سلام یکی از اون قطعات مهم و حساس خودرومون کاتالیزور یا همون کاتالیست و از اون هم که خب قیمت نسبتا بالایی دارن این سوال توی ذهنمون به وجود میاد که آیا این قطعه قابلت شستشو و تعمیر رو داره و چطوری و با چه روش هایی میشه این کار رو داد من قرار تو این ویدیو به تمام سوالات شما در رابطه با کاتالیست جواب بدم پس حتما تا آخر ویدیو همراه من ببینید کاتالیست ها از سه تا قسمت خیلی مهم تشکیل شدن که یکیش هسته کاتالیزوره لایه اکسیدی و ماده کاتالیست که اینا سه تا بخش اصلی هر کاتالیستیه این کاتالیست ها میان حدود 90 درصد گاس سمی سم رو بیاسن میکنن و اون هیدروکربن‌های های نسوخته که از موتور خارج شدن رو تبدیل میکنن به آب و دیوکسید کربن اما نشته مهمی که در رابطه با این کاتالیست ها وجود داره اینه که اینا دارای عمر مفید و معینی هستند و به واسطه حالا اون ماده کاتالیستی که روی این حالا لانه زنبوری ها وجود داره و نقاط فعالی که هستن به مرور زمان به اصطلاح اینا مسموم میشن و باعث تغییر آرایش بلوری کاتالیزور میشن در نتیجه اگه کاتالیست ماشینتون بین 3 تا 4 سال و یا 80 تا 100 هزار کیلومتر کار کرده باشه دیگه اون کارایی خودش رو به طور کامل از دست داده و نه این قابل تعمیره و نه شستشو چون دیگه فایده نداره ما اگه شستشو هم بدیم دیگه در واقع اون کارایی لازم خودش رو نداره و بیهوده اونجا داره کار میکنه اما در مورد کاتالیزورهایی که کمتر از این مقدار کار کردن و دچار گرفتگی شدن ببینید کاتالیزورها در مرور زمان حالا به دلایل مختلف مثل رسوب گرفتگی استفاده از سوخت و احتراک های ناقص که در داخل موتور رخ میده اینا دچار گرفتگی و انصداد میشن اما وقتی که کاتالیست ماشینمون خراب میشه یک سری علائم و نشانه ها از خودش بروز میده و ما از این طریق میتونیم خرابی کاتالیست رو متوجه بشیم این علائم چی هستن اولین علامت کاهش قدرت موتور و افت توی شتابگیریه دومیش دو افزایش مصرف سوخت خودرومون سومیش روشن شدن چراغ سچ موتور و چهارمی مورد هم بوی شبیه به تخم مرغ فاسد رو ما از اگزوز در واقع به مشاممون میرسه اینا علایمی هستن که خرابی کاتالیست رو در واقع به ما هشدار میدن پس ضروریه که ما برای رفع این مشکل اقدامات لازم رو انجام بدیم و تو این حالت دوباره یه سوال پیش میاد که آیا ما این کاتالیست جرفته شده رو آیا بهتره که تعمیر کنیم یا اینکه نه تعویزش کنیم ببینید از اونجا که قیمت این کاتالیستان نسبتا بالاست حالا به دلیل اون موادی که داخل این لانه زموریا زم به کار رفته که حتی توی خود روی خارجی هم حتی این قیمت بالاتره و بهترین گزینه که برای شما مناسبه شستشو و تعمیر این کاتالیست هاست و البته به شرطی هم که این لانه زموریا زم ها نشده باشن و حالا حالات شکستگی هم پیدا نشده باشن چون اینا در اثر ضرباتی که حالا در دست ها به ماشین وارد میشه ممکنه ترش بخورن و بشنن که تو این حالت دیگه کاری نمیشه کرد حالا بعضی از دوستان هم هستن که تو این زور موارد میان کاتالیست رو حالا به توصیه مکانیک ها حس میکنن به طور کل که خب این کار به هیچ عنوان توصیه نمیشه چون میتونه عوارضی رو برای موتور خودرومون داشته باشه که حتی شما توی معاینه فنی هم ممکنه قبول نشید و میتونه تنظیمات سوخت و هوا و حالا عملکرد خود رو تحت تاثیر خودش قرار بده و اثرات منفی داشته باشه روی موتور خود رو پس توصیه نمیشه که ما بیایم کاتالیست رو حس کنیم در مورد روش شستشوی کاتالیست ها ببینید توی حالا اینترنت اگر کنید میبینید که روش های مختلفی رو ارائه میدن از جمله استفاده از سینر استفاده از زهر نمش یا استفاده از اسیدها اینا روش هایی که توی اینترنت حالا اگه سرچ کنید می‌بینید ببینید شاید این روش ها بتونه اون گرفتگی ها رو رفع کنه اما مشکلش پیش میاد اینه که این موادی که حالا هستن باعث میشه اون ماده کاتالیست که حالا روش نقاط فعالی هستن رو هم اینا در واقع این مواد از بین ببره و دیگه اون کارایی اصلی که حالا فیلتر و تصویه گازهای مزره رو دیگه نمیتونه انجام بده پس ما برای شستشوی کاتالیستان نمیتونیم هر ماده ای رو استفاده کنید. اما یه سری مواد توی بازار هستند که به اسم پاچ کننده های مخصوص کاتالیزا شناخته میشن که اینا میتونن حالا اون گرفتگی هایی که خیلی زیاد و شدید نیستن رو از بین ببرن و اون گرفتگی ها رو رفع کنند برای انجام این کارم شما باید اول کاتالیست رو از لحاظ ظاهری بررسی کنید و ضربات آرامی هم بهش واقعا وارد کنید که ببینید که آیا این کاتالیست آیا سالمه و یا شکستهگی داره چون اگه باشه دیگه شستجو هم فایده نداره پس اولین قدم اینه که شما کاتالیست رو از لحاظ ظاهری بررسی کنید اگه سالم بود شما میتونید از این مواد پاچکننده های مخصوص کاتالیزور توی باک بنزینتون استفاده کنید اما یه روش بهتر برای شستشوی کاتالیزورها ها زدا کردن و باز کردن این کاتالیزوره ببینید توی این روش هم ما باید کاتالیزور رو به طور کامل باز کنیم به حالا این هم یه سری مراحل داره که میخوام به اشاره کنم اولین مرحله تشخیص مشکله ببینید قبل شروع هر تعمیرات توی کاتالیست باید مشکلش تشخیص داده بشه که حالا برای این کار هم از ابزارهای تشخیصی یا اسچنل های ایسیو میان کاتالیست ها رو در واقع بررسی میکنن که حالا اگه آثار زوب شدگی روی این لان زنبوری ها مشاهده بشه دیگه قابل تعمیر نیست مرحله دوم بررسی سیستم ایزوزه ببینید کاتالیزور بخشی از سیستم اگزوز ماشینمونه و ما باید اول خود در واقع لوله اگزوز و قسمت های مربوطه رو بررسی کنیم که حالا نشتی یا انسدادی توی این مسیر وجود نداشته باشه مرحله سوم هم باز کردن کاتالیزور مرحله چهارم تمیز کردن کاتالیزور که حالا با مواد شوینده مخصوص یا فشار آب میان اون گرفتگی ها رو رفع میکنه در مرحله پنجم هم نصب مزدد کاتالیست در واقع انجام میشه و حالا توی مرحله بعدی هم آزمایش و بررسی مزدد توی این مرحله هم حالا بعد نصب میان آزمایشاتی حالا از جمله مصرف سوخت عملکرد موتور و تست آلاینجی رو روی این کاتالیست انجام میدن که ببینن آیا عمل کرده حالا اون بعدش شوسش رو تغییر کرده یا نه مرحله آخر هم چک کردن چراغ چک موتور که بعد انجام همه مراحل چراغ چک موتور باید خاموش بشه البته با استفاده دستگاه دیا که اون خطاها رو میان حس میکنن اگه شما هر نظر و یا تجربه در این مورد دارید میتونید توی بخش کامنت ها برام بنویسید ممنون از توجهتون فعلا